مهمان خانه های شما عزیزان هستیم در صبح قاره امریکا، عصر اروپا و شامگاه ایران، روز پنجشنبه 25 مرداد ماه برابر با 15 ماه آگست یا اوت. ششمین برنامه پیرامون تروریسم و مسائلی که شناخت اون میتونه به ما کمک بکنه در فهم جنبش ها، گروه ها و حتی دولت های ترور در دستور کار ما قرار گرفت و خوشحالیم که 5 جلسه پیشین مورد استقبال شما بزرگواران قرار داشت. در نوبت پیشین به زمینه های ایجاد خشونت و ترور اشاره کردیم، 2-3 مبحث رو عرض کردیم و امروز هم پیرامون این مسئله ادامه میدیم. در نوبت قبل بحثم به اینجا رسید که یکی از زمینه های ایجاد تروریسم دولت ها و سیاست های اونها هست، یعنی دولت هایی که بنابر سه پارادایم یا سه نظریه مختلف سیاست خارجی خودشون رو صورت بندی میکنه. گاهی هم البته تلفیقی است، یعنی بخشهایی از یک سیاست و پارادایم یا متد و روش رو میگیرن و گاهی هم از یک نظر دیگه استفاده میکنن. یکی از اونهایی که ما عرض کردیم آرمانگرایی بود، یعنی جایی که جنبش های انقلابی وقتی میخوان سر و شکل بگیرن وعده هایی به مردم میدن بر اساس یک بنیانی که حالا این بنیان میتونه فلسفی باشه یا مذهبی دینی باشه یا هر چیز دیگر، و وقتی قدرت رو میگیرن یعنی تبدیل میشن به دولت یا یک رژیم، در سیاست خارجی خودشون هم سعی میکنن اون آرمان و اون اصول رو مجری داره. یعنی بگیدیم من در زمانی که جنبش انقلابی رو دارم صورت بندی میکنم امریکا رو به عنوان استکبار در نظر میگیرم تا بتونم رژیم مستقر رو در ضعف قرار بدم که شما عامل امریکا هستید یا عامل غرب هستید یا این شاه دست نشانده است یا این خلیفه فلانه. خب زمانی که قدرت رو گرفتم دیگه نمیتونم با اون رژیمی که یا با اون حکومتی که یا با اون دولتی که اون رو به عنوان استکبار شناختم، اون رو به عنوان شیطان معرفی کردم بیام و دوستی بکنم. یکی از مشکلاتی که دولت‌های انقلابی دارند همینه، یعنی در زمانی که جنبش هستن در سیاست خارجی خودشون شعارهایی رو میدن که با واقع گرایی منطبق نیست، مثلا نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. خب این شعار بود. حتی شما اگر برید بر روی این سردر وزارت خارجه جمهوری اسلامی نگاه بکنید دقیقا این شعار رو نوشته، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. خب این یک بحث آرمانگرایی است، چون در سیاست بین الملل نه این نه اون نداریم، هم این هم اون داریم، یعنی هم شرقی هم غربی اما منافع ملی. این شعار درسته، شعار واقع گرایان است. شما باید با شرق کار بکنید، با غرب کار بکنید، اما منطبق با منافع ملیتون. اما کسی که میگه نه شرقی نه غربی یعنی چیزی از سیاست بین الملل نمیفهمه. در آرمان خودش، در اون اصول خودش یک دشمن ساخته که هم شرقی ها هستن هم غربی ها. در نتیجه به اون جنبش انقلابی گفته که ما با هیچ کدومش کار نداریم. استقلال یعنی این که ما نه با اونا کار کنیم نه با اونا. که این با واقع گرایی کاملا در تضاد قرار میگیره. دولت هایی که نگاهشون در سیاست خارجی آرمان گرایانه است میتونن جنبه هایی از خشونت و ترور رو در درون اندیشه های خودشون ایجاد کنن. یعنی اگر زمینه مورد حالا بگیم ایدئولوژیشون، مذهبشون یا هر دیدگاهی که دارن خشونت رو ترویج بکنه، شما میبینید که اونها دست به خشونت خواهند زد. من پیشتر عرض کردم در دوران قاجار، یعنی در عصری که مشروطه در حال شکلگیری است، کسانی که در مناطق قفقاز و جاهای دیگر بودن به واسطه همون جنبش انقلابی که در روسیه آن زمان وجود داشت که دولت تزار رو کنار گذاشت و کمونیستا بر قدرت آمدن، همون اندیشه های تروریستی رو وارد ایران هم کردن. یعنی افرادی مثل اون حیدر عموقدی بگیرید و تا گروه های دیگر چپ آن زمان که کمونیست بودن، اینها خشونت رو ترویج میکردن.
ابایی نداشتن از اینکه مثلا بریم فلان آخوند رو بکشیم یا در جای بمبگذاری بکنیم. اصطلاح مضربندی آن زمان به واسطه ورود همین افراد در جامعه ما رشد پیدا کرد، شناخته شد. اصلا بودن کسانی که دست به ترور شاهان زده بودن مثل ناصرالدین شاه و دیگر، اما این به شکل سیستماتیک نبود. در منطقه قفقاز اینا به خاطر اینکه قدرت رو به دست بگیرن در اون جنبش‌های انقلابی اینا رو انجام میدادن، در نتیجه به ایران هم آوردن. گروه های اسلامی هم همین وضعیت رو دادن، یعنی خشونت در درون اونها توجیه شده. وقتی این جنبش ها به دولت تبدیل میشن، به دولت و گروه های مختلفی که اندیشه های اونها رو مورد حمایت قرار میدن کمک میکنه. شما در اروپا بعد از قدرت گرفتن نازیسم و فاشیسم نگاه بکنید، چند اندازه گروه های خشونت طلب در کشورهای دیگر رشد کردن، چون یک ارتباطی برقرار میکردن با دولت نازیسم یا با دولت فاشیسم، از اونها کمک های فکری و مالی و تسلیحاتی میگرفتن و بعد بر علیه دولت خودشون دست به تحرکاتی میزدن. اون دولت ها هم خوب استقبال میکردن که یک جنبش فاشیستی در حال شکل گیریه، پس ما کمک بکنیم به این گروه. در جهان اسلام هم همین. الان جمهوری اسلامی رو شما نگاه بکنید، به جای اینکه بره با دولت ها بنابر منافع ملی مردم ایران کار بکنه، میره گروه های تروریستی رو مسلح میکنه، آموزش میده، به کار میگیره. این حاصل همون اندیشه های آرمانگرایانه است. ریشه هاش هم داریم دیگه، آیه 39 سوره انفال و دیگران، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، بجنگید که فتنه دیگه بر جای نمان، دین از آن خدا بشه. دیگه کاری نداریم که در جهان بیرون این جنگیدن مذهبی آیا منافع ملی ما رو تامین میکنه یا نه. منافع ما در اینه که بریم مثلا با اسرائیل صحبت بکنیم، یا اینکه نه بریم حماس رو ترد مسلحش بکنیم، حزب الله بسازیم. و بعد شما نگاه میکنید میبینید که در درون این سیاست های آرمانگرایانه چه اندازه خسارت به بار میاد. شوروی کمونیستی هم همین کارو کرد، به سراغ این رفت که هزینه های زیادی رو به دولت هایی که حالا از نظر خودش جز بلوکش بودن پرداخت بکنه، اما چون خودش در داخل این قدرت رو نداشت، دیدیم که توانایی اداری امور مردم خودش رو هم به دست نیاورد و در زمان گورباچوف و اون اصلاحات اصلا فرو کشید. پس اگر در سیاست آرمانگرایانه که شعار زدگی در اون وجه بالایی است، وجه غالبه، شما خشونت رو ترویج بکنید، جنبش خشونت بار وقتی تبدیل میشه به دولت، اون دولت هم ترور و خشونت رو ترویج خواهد. سیاست دوم واقع گرایانه است. سیاست واقع گرایانه یعنی دولت ها نگاه میکنن بر اساس منافع خودشون که میتونه امنیت باشه، میتونه اقتصاد باشه، سیاست گذاری میکنن، برنامه ریزی میکنن، اجرا میکنن. آیا اینها از ترور دورن؟ از تسلیح گروه های خشونت پرهیز یا خشونت گرا دورن؟ نه. شما دارید زمانی که شوروی حمله کرد به افغانستان، ایالات متحده و بعضی کشورهای دیگه مسلح کردن همین جهادگران رو، دعوت کردن از مصر از جای دیگه که شما برید بجنگید، به خاطر اینکه احساس کردن اگه شوروی کمونیستی افغانستان رو بگیره، اونها از نظر حالا هژمونی در منطقه دچار ضعف خواهند بود. بنابراین گروه های جهادگرا رو مسلح کردن، هنوزم وجود داره. پس در درون سیاست واقع گرایانه هم به دلیل اینکه مسائلی مثل امنیت اهمیت داره، هژمونی اهمیت داره، شما میبینید دولت هایی که مدافع حقوق بشر هستن، سیاست عقلانی منطقی دارن و خیلی از چیزهای دیگر هم پرهیز ندارن از اینکه ما بریم و گروه های خشونت ورز رو مسلح بکنیم یا به اونها نیرو بدیم یا برای اونها اطلاعات بیاریم. شما فکر کردید مثلا دولت های مثل داعش یا گروه های دیگر، اینا بدون پشتوانه دولت هایی هستن که ساختارهای اطلاعاتی دارن؟ به هیچ عنوان چنین نیست. در منطقه ما نگاه بکنیم، قطر، ترکیه، جمهوری اسلامی، عربستان، همه اینا هیچ پرهیزی ندارن از اینکه
افراد یا گروه های خشن رو مسلح بکنن، چه به تسلیحات چه به اطلاعات، و از اونها استفاده میکنیم. اگر میخوایم فهم کنیم که چرا ایالات متحده یا روسیه یا کشورهای دیگر که به نحوی معتقد هستند ما آرمانگرا نیستیم اما به گروه هایی که حالا بگیم تروریستی هستن کمک هایی میکنن، در قالب همون پارادایم واقعی گرایی است که دست به چنین کاری میزن. اگر معادله عوض بشه اونا عقب نشینی میکنن، یعنی احساس بکنن که ما خیلی هزینه دادیم تو افغانستان به جایی هم نرسیدیم، عقب نشینی میکنن. اما آرمانگرایان تا ته خط میرن، چون عقب نشینی یک شکست در اون اصولشونه و اونها اون رو نخواهند پذیرن. دومین مسئله که من امروز عرض خواهم کرد برمیگرده به ویژگی های یک نظام، یعنی نظامی که در درون خودش ساختارهایی رو داره که حالا من سعی میکنم یکی یکی اونها رو عرض کنم، و این ساختارها خشونت ایجاد میکنه، تروریسم پرورش میده، خشونت پرورش میده، گروه های جهادگرا رو، گروه های زیرزمینی رو ایجاد میکنه. شما برید در زمان رژیم گذشته نگاه بکنید این گروه هایی که اسلحه به دست بودن چگونه به وجود اومدن. در جمهوری اسلامی نگاه بکنید گروه های اسلحه به دستی که در بلوچستان و کردستان و جاهای دیگه هستن اینا چطور به وجود اومدن، در عراق، در جاهای دیگه. آیا هیچ ایرادی متوجه اون ساختار هست یا نیست؟ چرا این گروه ها در کشورهای مدرن ایجاد نمیشن؟ در کشورهای دموکراتیک این گروه ها ایجاد نمیشن؟ دلیلش چیه؟ چرا جیش العدل مثلا در ایران ایجاد میشه؟ گروه های مسلح پیجاک و پیکاکا و دیگران در این منطقه هستن، دلیلشون چی میتونه باشه به نظر شما؟ یعنی یه عده بیکارن و رفتن اسلحه گرفتن گفتن ما بریم مبارزه بکنیم؟ فرضاً هم اگر اینطور باشه بعد از یه مدتی که سرکوب میشن دیگه توانایی و استعداد ندارن که افرادی جذب بشن. چه میشه که برای دهه ها این گروه ها شکل میگیرن؟ این برمیگرده به یک ساختار رژیم یا نظام هایی که در درون خودش ویژگی هایی رو داره که در درون این ویژگی ها گروه های معارض اسلحه به دست میده. یعنی بخشش متوجه خود ساختاره. یعنی اگه جمهوری اسلامی میگه چرا کردها، چرا بلوچها، چرا دیگران اسلحه دارن، باید به خودش اول نگاه کنه که من چه کردم که دیگران اسلحه به دست گرفت. اگر نه کدوم انسان عاقلی وقتی شرایط برای گفتگو مهیاه، برای مشارکت مهیاه، میره اسلحه دستش بگیره؟ وقتی بسیاری از این طیف پادشاهی خواهان ما صحبت میکنن که گروه های دیگر اسلحه به دست بودن، باید اول از خودشون سوال کنن که سیستم چیکار کرده که یک گروهی رفته اسلحه به دست گرفته. حالا ما چرا اینا رو میگیم؟ برای اینکه فردای ایران فضا به نحوی نشه که گروهی بره اسلحه به دست بگیره. من اگه پدر خانواده باشم دو بار تو سر فرزندم بزنم، بار سوم او واکنش نشون میده، بر علیه من زیرزمینی توطئه میکنه. در جهان غرب مطالعه این کشورها برای این مسئله بوده که ببینن این گروه ها چطور ایجاد میشن و ما چه بکنیم که این گروه ها ایجاد نشن. فضای سیاسی ما متاسفانه به سمتی میره که دنبال علل بیماری ها نیستیم برای آیندهمون. یه جامعه رو میبینیم مریضه، بیماره، ساختارهای معیوب داره، مشکلات عمده داره. به جای اینکه اون مشکلات رو برجسته بکنیم میگیم نه، از مشکلات صحبت نکن، از ما تعریف کن فقط. یعنی مشکل عمده ما اینه، کارمون فقط شده مداهی، تعریف کردن. تا یکی هم نقدی میکنه میگن آه ببین این کار تخریب کنیم. نه عزیز من، تخریب شده،
جمهوری اسلامی تخریب شده، مشروعیتش از دست داده، به واسطه کارهای خودش هم این گونه بوده. هیچ کس به اندازه خود اون رژیم یا خود اون انسان نمیتونه به خودش ضربه بزن. یک رژیم چطور مشروعیتش از دست میده؟ چطور نخبگان بهش پشت میکنن؟ چطور مردم جامعه دیگه اونها رو از خودشون نمیدونن؟ چطور نهادها مشروعیت نداره؟ این واسطه کار خودمونه. سنگ و نباید انداخت تو زمین دیگران. دیگران رو نباید متهم کرد. اول باید به خودمون نگاه کنیم. چه کردم که پسر من بیرون از خونه بر علیه من حرف میزن؟ داخل خونه خشونت داره. وگرنه با فرافکنی که کاری حل نمیشه. ما سالهاست فرافکنی کردیم. اینکه همیشه در یک دور معیوب هستیم برای اینکه فرافکنی کردیم، علت بیماریمون رو نشناختیم. نخبگان مثل مطب میمون. فرق نخبه و مداح در همینه دیگه. شما وقتی میری پیش یه پزشک، اگر پزشک مسئول باشه اشکال کار شما رو میگه، میگه سبک زندگیت بده، نوع غذایی که میخوری بده، ساعت خوابت بده، اینا رو باید درست کنی. رو شما میخوای ناراحت بشی؟ آقای دکتر به من میگه اینو نخور، اونو نه. برای سلامتی خودت داریم. آن چیزی که بدن تو رو بیمار کرده همون سبک زندگی تو. سیاست هم یک سبکی. ژان ژاک روسو یه تعبیر جالبی داره، میگه نقص جسمانی ما حاصل کار ما نیست. من قدم کوچیکه، قدم بلنده، معلول به دنیا اومدم، رنگم متفاوته، اینا ربطی به من نداره، طبیعت به من تحمیل کرد، اینا ایراد نداره. اما حکومتی که ما میسازیم حاصل کار ماست. اگه اون نقص داره یعنی من نقص دارم. اگر آخوند ما حکومت میکنه و 50 سال تونسته قدرت داشته باشه، مقصر ما این. یه جایی کارمون لنگه که اونا تونستن 40 سال حکومت بکنن. اگر هر بار استبدادی جای استبداد دیگه میاد، به خاطر اینکه ما مشکل داریم. ولی ما عادت کردیم. آه کار انگلیسی هاست، کار فرانسوی هاست، کار خارج فرانسوی سر ژاپنی ها نمیتونن بیارن. سر کشورهای دیگه نمیتونن بیارن. مگر کشورهایی که مثل ما بدبختن، مردمی که اراده نداریم، مردمی که فکر نمی کنیم. این سالها وضعمون خیلی خوب شده، فضای فکری به نحوی بوده که جوانان امروز ما خیلی آگاه شد. مشکل من اصلا با جوانان ما نیست، با کسانیست که بالای 50-60 سال سن دارن. من با اونا بیشتر مشکل دارم. هنوز تو رسانه ها تعریف تمجید. تلویزیون جمهوری اسلامی رو باز میکنی، یک سره در حال تعریف تمجید. این طرف تلویزیون ها رو باز میکنی، یک سره دنبال تعریف و تمجید از رژیم گذشت. خب چه شد که انقلاب شد؟ یه جامعه سالم، یه جامعه خوب، یک رژیم مطلوب، مگه انقلاب توش صورت میگیره؟ به هیچ. فرض کنی 5% گول خوردن. اون 95% دیگه چه؟ اونا چرا از رژیم دفاع نکردن؟ چهار تا روشن فکر رو نمیدونم، توده‌ای و چپی و مجاهد، بله چند نفر بودن همشون؟ با تخفیفم به شما بگیم، بگیم 10 میلیون، 5 میلیون، بقیهشون چی بودن؟ چرا از رژیم دفاع نمیکنن؟ شما الان به جمهوری اسلامی نگاه بکنید، میگید آقا 70% نیومدن تو انتخابات شرکت، 60% نیومدن، همه رو مقصر میدونه به غیر از خودش، که بعد اینا فریب خوردن و نمیدونم شبکه های معاند مردم رو گول میزنن. و ولی این وقت نمیگی که من اشتباه کردم که 60% مردم نمیان تو انتخابات، بقیه رو مجبورم با ترس بیارم و رأی سازی بیارم و این داستان. با فرافکنی نمیشه درمان کرد این جامعه بیمار رو. و
بنابراین ساختارها و نظامها یک ایراداتی دارن. ببینید یک نکته رو میخوام اینجا داخل پرانتز بگم، چون اهل تعارف نیستم واقعا با کسی، عرض میکنم، این همیشه برای من یک مسئله اهمیت داره و اون این که یک انسانی نسبت به گذشته خودش چطور داوری میکنه. یعنی اگر من در گذشته آدم دزدی بودم، آدم جنایتکاری بودم، طبیعی است که بیام گذشته خودم رو بدون پرده پوشی نقد بکنم، خطاهای خودم رو برجسته بکنم، بگم اگر من 10 سال زندان رفتم برای این بود که دزدیدم، برای که جنایت کرد. اما اگر کسی به من بگه سلیمانی گذشته، بگم برش کن، اون مقصر بود، اون یکی مقصر بود، من که گناهی نداشتم. در نهایت بگم مثلا بحث گذشته رو نکنیم، بریم سراغ آینده. و حتی نسبت به گذشته موضع حق به جانب بگیرم، آدم خطرناکی خواهم. ما این وضعیت رو امروز داریم. نقد گذشته برای خیلی ها تابوه. یعنی اگر شما میگید خب بله، هر انسانی خوبی داره بدی داره، اما اون چیزی که سبب بیماری شده اون بخش غلطه، اونو باید شناخت، وگرنه خوبی که خوبی شه در روال عادیست. برای اینکه یک قدم رو به جلو برید نیازیست خوبیاتونو بگید، باید بدیاتونو بگید که اونا رو برطرف کنید. جوامع مترقی و پیشرفته دنبال خوبیاشون نمیگردن، که نگاه میکنن ضعف ما کجاست، اونجا رو باید برطرف کنیم. خوبی مال مدعاست، یه بخشی رو میگیرن بزرگش میکنن. آه سلیمانی نگاه چقدر آدم خوبیه، چقدر آدم فلانی، تا وقتی ضعف او رو نگی که او متوجه نمیشه اونو برطرف کنه. بنابراین بسیار مهمه که ما ساختارهای یک نظام سیاسی رو بشناسیم، نسبت به اون موضع داشته باشیم که اگر در گذشته اشتباه کردیم امروز دیگه اون کار رو انجام ندیم، نه به زبان، به عمل. دفاع نکنیم از گذشتمون، خودمون رو با جنایتکارها مقایسه نکنیم که بعضمون بهتر بشه. سلیمانی چرا آدم کشتی؟ میگم آقا من کشتم، ولی اون فلانی رو نگاه کن که 10 نفر رو کشت. این یعنی اعوجاج، ردگم کردن. خودم رو با بدتر از خودم مقایسه میکنم که کارنامم به ظاهر مقبول باشه، در حالی که وقتی به من میگن چرا کشی باید بگم اشتباه کردم، خطا کردم، شیطان گولم زد و نمیدونم اون یکی به من اینطوری گفت و اینا همش فرافکنیه و در فرهنگ ما هم جا گرفته. پدر مادرها این کارا رو میکنن دیگه، بچه‌مو مثلا شیطون گولش زد، بچه همسایه مقصره، وگرنه پسر ما که گل و بلبل هیچ نقصی نداره، بچه های تو کوچه مقصرن، همه مقصرن به غیر از این یکی و ما، چون نمیخوایم نقص تربیتی خودمون رو بشناسیم. این تو فرهنگ ما هست. زمینه ایجاد ترور و وحشت در درون ساختارها وجود داره. یکیش عوامل فرهنگی است، فرهنگ سیاسی یک جامعه که تالی فرهنگ عمومی است. یعنی اگر اسطوره های من افراد خشنه، اون وقت باید ترسید از اون جامعه. علی ابن ابی طالب اسطوره ماست، بعد میگه خب علی به چی شناخته؟ ذوالفقار رو شما که ندیدی، خون میچکه. بعد دیگه ذهنیت اون جامعه رو شما تی بخونید که در دوران مدر اسطوره‌هاش اینان. کاندید ریاست جمهوریش این آقای پزشکیان میاد از علی میخونه. خب این خشونت‌های کلامی علی رو که ما تو جلسات داریم معرفی میکنیم نگاه بکنیم، این نشان میده فرهنگ سیاسی اون جامعه معیوبه. نزاعی که در درون این اندیشه های مذهبی وجود داره، شیعه بر علیه سنی، سنی بر علیه شیعه، هر دوشون بر علیه کفار، بر یهودیان، بر مسیحیان، خب شما در این فرهنگ سیاسی بخواه شهروند پیدا کنی. بعد میگن نقد دین نکنید، یه ده مسلمان هم ناراحت میشن. اتفاقا نقد دین باید کرد که عنصر دین کمرنگ بشه، به جاش مفهوم شهروندی،
حقوق بشر، دموکراسی جاش بشینه. شما که زنها رو حساب نمی کنی، شما که یهودی ها رو حساب نمی کنی، شما که بهایی رو به چیزی نمی گیری، میخوای دموکراسی بیاری؟ دموکراسی یعنی که من اون با هم برابریم، هیچ فرق نداریم. او هم عقل و خرد و شعور و فهم داره، منم دارم. او هم مطالباتی داره، منم دارم. او هم عقایدی داره، منم دارم. زنان نفهمن، بهایی ها که اصلا آدم نیستن، یهودی ها که باید اینا بندازیم کنار، صهیونیستن. خب دیگه اون چه دموکراسی میشه؟ یا شما نمیدونید معنی دموکراسی چیه، زمینه هاش چیه، مقدماتش چیه؟ اگر میدونید دیگه باید اون عناصر مخربی که مانع دموکراسیه، مانع سکولاریسم رو بردارید. نقد دین باید کرد که سکولاریسم ایجاد بشه. سکولاریسم یعنی فضایی که دین به عقب رانده بشه، از فضای علمی بگیرید تا فضای سیاسی کشور. و این با چی به انجام میشه؟ با نقد دین. احترام بذارید به عقاید مردم. و عقاید مردم بوده که روزگار ما سیاه کرده. هر عقیده مگه محترمه؟ من عقیده داشته باشم شما باید حذف بشید، این میشه محترم؟ بعد بگم به عقیده من کار نداشته باشید. من معتقدم که سیاه ها اینطوری هست، زن ها اونطوری هست. دلیلش این که چون خودمون آلوده ایم. وقتی اون بابا میاد میگه که اسلام ستیزی میخواید بکنید جمهوری اسلامی بمونه، اون نمیفهمه چی داره میگه. یاد پوپولیسته، میخواد میبینه مثلا 40% مردم 50% الغی دینی دارن، یه ده مراجع تقلیدن، میگه آقا اینا رو خوشحال کنه. در حالی که انسان دموکرات میگه آزادی بیان برای همه هست. اسلام ستیزی معنی نداره. ستیز یعنی چی؟ شما نقد میکنید. این ستیز کلماتیست دینی، ترم دینی، محاربه با خدا. با خدا کجاست که من باش بجنگم؟ محاربه با یعنی چی؟ بعد متوجه میشید که وقتی نقد دین میکنید، احکام دین رو زیر سوال میبرید، میشه محاربه با خدا. دیدید دیگه این عزیزان ما رو که میبرن در زندان ها به جرم محاربه با خدا، مگه خدا بوده که باش بجنگم؟ نه، با احکام او دارن میجنگن. کودک همسری رو میگن غلطه، بردهداری رو میگن غلطه، ناقص العقل بودن زنا رو میگن غلط، اما اینا میشه محاربه. بعد میگی ما آدم مدرنی، من به دموکراسی باور دارم. نداری عزیز من، به دموکراسی باور نداری شما، به آزادی بیان باور نداری. شما قبل از اینکه دهان دیگران رو ببندی که نقد دین نکن، جلو قرآن رو باید بگیری که میگه اولئک کل انعام برهم ازل انما المشركون نجس. باید جلو اون رو بگیری اول، نه جلوی کسی که میگه به من فحش نده، به من دشنام نده. این سگو بر کردن سنگو گرفت. عناصر هویتی نزاع آور در جامعه کم نیستن. تا الان هم تاوانش رو دادیم، هنوز هم داریم میدیم، بعد دنبال درمانش هم نیستیم. این سرطانی که درگیر جامعه ماست حاصل چه چیزیه؟ به فرهنگ سیاسی غلط. همه دشمنه، به غیر از گروه خودمون، حزب خودمون، هم کیشان خودمون. و این فضا رو آلوده میکنه. بدون تعارف باید با اینها برخورد کرد. عقیده محترمی که به دیگران هم همون احترام رو بذاره. و ساختارهای یک نظامی که در درونش این ویژگی ها ترویج میشه، برای گروه های دیگه خشونت رو ایجاد میکنه. وقتی من به عنوان شیعه سنت رو زیر سوال میبرم، به خانه بهایی ها حمله میکنم، به خانه یهودی ها حمله میکنم، اموال مسیحیان رو مصادره میکنم، شما فکر کردی اون میشینه کنار؟ میگه خب حالا شما اومدی اموال منو بردی، منم کاری ندارم با تو، منو محروم کردی از حقوق شهروندی و اجتماعی، با تو کاری ندارم. نه، میره سراغ خشونت. همین جیش العدلی که من عرض کردم، یه گروه اهل سنت در همه کشورها هستن. یعنی اون گروه هایی که زورشون نمیرسه و رژیم حاکم یا اون سیستم حاکم اونا رو سرکوب میکنه، بعد از مدتی به سمت خشونت میره. الان جامعه ایران ما رو نگاه بکنید، آرام آرام داره صدای خشونت به گوش میرسه، چون دیگه تنها راه چاره شده. با
رژیمی هم که فکر میکنه خب امسال که سرکوب کردم دو سال بعدم همینه، خطا میکنه، چون همیشه این سرکوب ها بر یک روال نمیمونه. وقتی مردم احساس کنن که این رژیم با سرکوب کارشو پیش میبره، اونها هم خودشونو مسلح میکنن به همون ابزارهایی که رژیم داره. دومین ویژگی که یک رژیم داره که اهمیت داره برای ما، رژیم هایی هستن که ساختارهای مطلوب کسب اطلاعات رو نداره. چرا من این تعبیر رو به کار میبرم؟ آقای کارل دویچ یک کتابی داره به نام اعصاب حکومت که نکاتی رو در اون میگه. من خلاصش رو سعی میکنم عرض کنم چون اهمیت داره به بحث خشونت در جامعه ما. شما در نظر بگیرید مثلا من ایمان سلیمانی عصب دستم که کارش انتقال حالا بگیم درد و رنج و انواع و اقسام این چیزاست کار نکنه، من دست خودم رو وقتی بر روی آتش بگیرم هیچ پیامی به مغز من منتقل نمیشه که دست در حال سوختنه یا در حال درد کشیدنه و شما دستتو بکش. در نتیجه این دست من به اندازه‌ای روی آتش میمونه که از بین میره بدون اینکه اصلا من متوجه باشم، مطلع باشم. شما دیدید دیگه این کارهای جراحی که انجام میدن با بیهس کردن اون عصب رو از بین میبرن که شما دیگه درد نکشید، اصلا درد رو متوجه نشید. حالا چرا این مثال رو زدم؟ چون آقای کارل دویچ هم همین رو میگه. میگه شما جوامعی رو دارید که این جوامع عصب ندارن، یعنی سیستم حکومتی گویی عصب نداره، پیامی از جامعه به اون سیستم منتقل نمیشه، در نتیجه سیستم نمیدونه که اون جامعه داره درد میکشه و بعد خودش رو به شکل انفجاری نشون میده. رژیم هایی که دستگاه اطلاعاتی دارن، یکی از کارویژه های این دستگاه اطلاعاتی اینه که زیر پوست شهر در درون گروه ها، در درون جوامع، انسان ها، احزاب نگاه کنن مطالبات جامعه چیه، اون رو به رژیم منتقل کنن که وقتی میخواد سیاست گذاری بکنه اونا رو لحاظ کنه، البته اگه به سرنوشت خودش علاقه داره. اگر متوجه نباشه یا نخواد، یعنی بی اعتنا باشه، بعدا دچار انقلاب میشه، دچار شورش میشه. گاهی رژیم ها متوجه میشن اما ساختارها و نهادها ظرفیت تغییر ندارن، که غالب رژیم های ایدئولوژیک اینطوری هن. یعنی میدونن که مردم ناراضی هن اما ساختار تغییر نداره. چرا؟ چون در ایدئولوژیش مثلا حجاب یک پایه است، یک شریعته، یک ضروریاته. میگه اگه من اینجا عقب نشینی بکنم فردا باید مجازات های حدی خودم هم تو قانون بردارم، فردا باید در بسیاری از جنبه های تعلیم و تربیت عقب نشینی بکنم، بنابراین از همون لحظه اول مقاومت میکنم. به همین دلیل که رژیم های ایدئولوژیک یا دچار فروپاشی یا دچار انقلاب هن. اصلاح نمیکنن خودشون، اصلاحات بی‌معنی است، اصلاحات در رژیم های باز معنا داره. یعنی من بلا فاصله وقتی دردی در معده خودم احساس کردم و این درد به من رسید ذائقه‌مو عوض میکنم، اگر سردردی دارم بلا فاصله خودم عوض میکنم. در رژیم های دموکراتیک اینطوریه، یعنی اگه جامعه داره بد کار میکنه بلا فاصله هیئت حاکمه میفهمه، اگه رژیم داره بد کار میکنه مردم متذکر میشن و مکانیزم هایی در درون اون جامعه وجود داره و در درون رژیم وجود داره که میاد و خودش رو اصلاح منطبق میکنه. حالا اگه بحث ثبات سیاسی بشه من در مورد سخن خواهم گفت، چون نمونه از سندرز یا دانیل لرنر و اینا خواهم گفت که چرا اهمیت داریم بحثا برای ما. اما ما نیروهای اطلاعاتی داریم به جای اینکه اینها برای ما کار بکنن قصد سرکوب مردم. نمیان به
هیئت حاکمه بگن مشکل جامعه کجاست. بنابراین همونطور که عصب در بدن ما درد رو انتقال میده که ما بلافاصله واکنش مناسب نشون بدیم، جامعه هم همیشه، نظم سیاسی هم همینطور. یعنی یک حاکم خوب حاکمیه که دستگاهاش در صدد این باشن که رصد کنن جامعه چی میخواد، من اونو انجام بدم، ساواک نسازم برای اینکه به من خبر نده سرکوب کنه، نه، باید بیاد به من خبر بده که تو جامعه چه خبره، کجای جامعه مشکل داره که من عوضش بکنم، رفتارم رو تغییر بدم. یکی از مسائلی که سبب شد رژیم گذشته از بین بره همین ساواک، به جای که اخبار درست بده چیزی میگفت که آقا خوشش بیاد، نه هیچ خبری نیست، جامعه خوبه، همه چیز امن و امانه، یا به دنبال کارهای دیگر بود. حالا به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، تمام کارش سرکوب و کشتن و گرفتن نمیدونم افراد دیگر. بریم یه خبرنگار رو بگیریم، بریم یه نویسنده رو بگیریم سرکوبش بکنیم، ما جلوی فساد رو دیگه نمیگیریم، اون فسادهای کلان، جلوی دخالت کشورهای دیگه تو تهران و جاهای دیگر رو نمیتونیم بگیریم، اونجا دیگه زورمون نمیرسه، اما یه دختر بچه رو که میتونیم بگیریم، بر میتونیم بریم یک روزنامه نگار رو بگیریم بیاریم، اعتراف تلویزیونی بگیریم، این کارا رو که ما بلدیم، اینا رو انجام بدیم، موجودیتمون نشون داده بشه. شما در کشورهای مدرن مگه دستگاه اطلاعاتی نیست؟ چندین دستگاه اطلاعاتی وجود داره، اما اونا نمیرن خبرنگار رو بگیرن، نمیرن روزنامه نگار رو بگیرن، بخشی از کارشون اینه که ببینن جامعه چی میخواد. خود احزاب یکی از کاربیجاهاشون همینه، ببینن مطالبات جامعه چیه، اون رو تو برنامه‌هاشون بگنجونن. یعنی 4 سال بعد که من میخوام تو انتخابات شرکت کنم، بدونم حزب الف مطالبات منو پوشش میده، برم به سراغ اون. اینکه جوامع مدرن دائما به روز میشن حاصل چیه؟ الان حقوق LGBT ها رو شما نگاه بکنید، احزاب در غرب دارن رقابت میکنن که حقوق اونا رعایت بشه. چرا؟ چون میدونن جوامع حقوق بشری امروزی به دنبال احقاق حقوق کسانی هستن که سالا سرکوب شده. اما در نظام های دیکتاتوری اینطوری نیست. اون عصبی که باید درد جامعه رو به مغز منتقل کنه قطع شده. آی کارل دویچ میگه این جوامع بعد از یه مدتی وقتی مطالبات وجود داره شنیده نمیشه، نسبت بهش بی‌اعتنایی میشه، رو به سمت خشونت میاد. یعنی اگر شما میخواید بدونید چرا در درون جامعه گروه های نظامی ایجاد میشه، ببینید عصب اون سیستم قطعه، یا سیستم صدا رو نمیشنوه، یا میشنوه بی‌اعتناست، عمل نمیکنه، که در واقع نتیجهش یکی میشه، اون گروه هایی که احساس بکنن سیستم صدای ما رو میشنوه ولی عمل نمیکنه، دست به خشونت میزنه، رو به سمت خشونت میاره. دیگه تنها راه چاره است. پس نگیم این گروه های اسلحه به دست از کجا آمدن، از جایی آمدن که شما صداشون رو نشنید. دستگاه های اطلاعاتی باید برن به سمتی که مطالبات مردم رو گزارش کنن. بخشی از این مطالبات از طریق رسانه هاست، افکار عمومیه. وقتی جامعه رسانه نداره، رسانه‌هاش آزاد نیستن، افکار عمومی وجود نداره، همه بله قربانگو هستن، خب دیگه شما درک از جامعه نداریم. 100 نفر میان تو خیابون، علو عزت میگه اینا کیان؟ میگه چی بابا، اینا یه سری آدمای بیکار بودن، فریب خوردن، اینا اومدن تو خیابون. یک سال بعد به جای 100 نفر 100,000 نفر میان، دوباره علو عزت میگه اینا کیان؟ میگن این چی بابا، اینا رو کشورهای دیگه گول انگلیسی ها گول زدن. خب شما وقتی اصل داستانو ندونی سیاست گذارید همینه دیگه. مردمی که آگاه میشن سکوت نمیکنن. شما ممکنه 2 دهه 3 دهه خودتو بزنی به کری، اما بعد با سیلی مردم بیدار میشی. جمهوری اسلامی شما نگاه بکنید، صدای مردم رو نمیشن.
بشنوم بی اعتناس، مهم نیست اصلا براش. اما چند سال دیگه با سیلی مردم بیدار میشه. مشکل دیگر این که مشارکت گروه های سیاسی و اجتماعی در جامعه سلب بشه. شما نگاه کنید در ایالات متحده حزب کمونیست داریم، چرا اجازه دادن اینا فعالیت کنن؟ چون اونا میگن ساختار جامعه ما به نحوی است که این گروه ها نمیتونن اندیشه های خودشون رو مقبول کنن، مشروع کنن، موجه کنن، بذاریم فعالیت کنن. اگر من جلوشو بگیرم زیرزمینی میشه، از بین که نمیره، زیرزمینی میشه. وقتی زیرزمینی شد دیگه از دسترس من خارج، نمیدونم چند نفرن، کجا میتینگ دارن، چه چیزهایی رو منتقل میکنن، با کدوم دولت ها در ارتباطن، دیگه از دسترس من خارجه. از طرف دیگه افسونسازی هم برای اینا رخ میده. یعنی مردم میگن که این حزب کمونیست مثلا چی داره که یه ابرقدرتی مثل امریکا اون رو ممنوع کرده؟ مثلا چیزی داره که اینا ازش میترسن ممنوعش کرده. بریم ببینیم اون چی میگه. شما فکر کردی خمینی چطور تبدیل به افسون شد؟ سواد داشت؟ باور کنی خمینی رو میآوردی، دو تا دانشجوی اون زمان رو جلوش مینشوندی نمیتونست دفاع کنه ازش. اما وقتی رسالش ممنوع میشه، حرفاش ممنوع میشه، تریبونش گرفته میشه، تبدیل میشه به یک شخصیتی برجسته. این که خیلی ها میگن ما نمیدونیم این آقا کیه، بخشی از افسونسازی از این افراد فرومایه حاصل کار خودمونه. به همین دلیلی که من بارها عرض کردم تلویزیون باید بدید به روحانیون، به آخوندها، چون تو حرفاشون هیچی نیست. چی دارن برای گفتن جز همون آیات قرآن و روایاتی که همین امروز اگر شما بخونید به غیر عقلانی و غیر اخلاقی و غیر انسانی بودنش پی میبرید. بذارید حرف بزنن. اگه چیزی دارن برای اینکه بخوان عقلای جامعه رو به سمت خودشون ببرن، نه. ولی وقتی محدودشون میکنید، یه موجهشون میکنید، اونا رو تبدیل میکنید به اسطوره، به افسانه. غالب کسانی که خواستن اسطوره و افسانه بشن رفتن در پرده. خیلی از این سیاستمداران رو شما دیدید میرن تو پرده، اونایی که امام زمان هستن. الان شما نگاه بکنید در این فضا، هر کی دایه امام زمان بودن داره تو پرده است. احمد الحسن و نمیدونم اون یکی نمیدونم فلان و کجا اینا، بیان بخوا ببینیم سوادشون چیه. نه، ما با مراجع تقلیدشون رو نگاه بکنید. شیعیان شما دیدید مراجع تقلیدشون بیا مناظره بکنن با کسی، با مخالفین خودشون؟ مثلا مکارم شیرازی چرا نمیاد مناظره بکنه؟ بخواد اینکه بی سواده، تمام سوادش در مورد مسائل فقهیه. وقتی بیاد با یک نفر منتقد مناظره بکنه، اون وقت شما متوجه میشید بابا این مرجع تقلیدی که ماهانه فلان قد وجوهات میگیره، مقلدین بسیار زیادی داره، هیچی که بارش نیست. و اونام چون خودشون میدونن که چیزی بارشون نیست، خودشون مخفی میکنن. کسی که سواد داره میاد بحث میکنه، پرسش رو پاسخ میکنه، مناظره میکنه، گفتگو میکنه. اما کسی که چیزی بارش نیست همیشه مخفیه. تو کارنامهش نه مناظره داره، نه پرسش و پاسخ داره. سیستم گاهی از بعضی از افراد اسطوره میسازه. حسین سازی و نمیدونم خمینی سازی و اینا حاصل یک ضعف ساختاری است. اینا رو باید آورد نشون داد، بگیم آقا شما 2 ساعت صحبت کن فقط، ما 5 دقیقه، شما 2 ساعت صحبت کن ما 5 دقیقه. شما در فضای اجتماعی اینا نمیبینید. یه آخوند گردن کلوف نمیبینید بیاد بحث بکنه. چرا؟ چون میدونه بیمایه است. تمام هنرش اینه که مخفی بوده، خودشو نشون نداده.
مشارکت سیاسی یه کار بسیار مهم نیست. شما وقتی میدونید این حزب قادر نیست خودش رو در درون یک فرایندی اثبات بکنه، موجه بکنه، دست به جمع‌آوری نیرو بزنه، بذار فعالیتش رو بکنه. اندیشمندان شما میان پاسخ میدن. جهان غرب به این نتیجه رسید که ما با حذف گروه های سیاسی نمیتونیم اونها رو از بین ببریم، اما بذاریم به دست خودشون رو از بین ببرن. یعنی چی؟ یعنی حرف بزن، بیمایگیش مشخص بشه. به همین دلیله که تمام بحث من بر سر اینه، اینکه روحانیون رو خفه بکنیم، نمیدونم مساجد رو تعطیل بکنیم، اینا همه خطاست. چون این اندیشه ها زیرزمینی میشه. وقتی زیرزمینی شد اون وقت دیگه از دست از شما خارج. شما این حزب رو آزاد بذار. امسال اگر 2000 نفر عضو داره، 5 سال بعد اگر شد 20000 نفر، اون وقت شما متوجه میشی که یه جای کارش خوبه که از 2000 نفر رسیده به 20000 نفر. بر اون نقطه قوتش کار بکنم که اون رو از این که بتونه این نیرو جذب کنه جلوگیری کنم. یعنی همه چیزش برات مشخص باشه. وقتی زیر زمینیش کردی، اون نیروی خودش رو جذب میکنه از جای دیگه. دیگه چیزی از این میتینگ ها یا برنامه هاشون در دست شما نیست که بتونی بفهمی چی داره میگه. وقتی گروه های سیاسی رو به مشارکت نگیری، حتی گروه های دیگر نظامی میگن بفرمان، دیدید برنامه های ما خوب بود. ببینید در دوران گذشته یه سری از این سران عزت و آزادی رو آوردن و محاکمه کردن، از جمله بازرگان و دیگران. در جلسه دادگاه بازرگان به اون دادگاه نظامی گفت ما آخرین آدمایی هستیم که داریم در چارچوب قانون اساسی با شما برای گفتگو میکنیم. بعد از ما گروه های مسلح میان. شما از 40 اندی به بعد، یعنی از 1342 به بعد، یواش یواش گروه های نظامی در درون ایران شکل میگیره. دلیلش چی میتونه باشه به نظر شما؟ دلیلش اینه که ما مشارکت رو حتی از گروه های میانه رو و کسانی که بدون اسلحه بودن هم گرفتیم. فراموش کردیم اگر اینها رو تقویت کنیم، اون گروه های اسلحه به دست دیگه نمیتونن مردم رو جذب کنن. وقتی من میتونم پای صحبت شما بشینم، با شما گفتگو کنم، شما دیگه نیاز به چوب و چماق نداری که. اما من وقتی حرفای شما رو نمیشنوم، اون گروه هایی که با چوب و چماق کارشون رو پیش میبرن به اینا طعنه میزنن، میگن بفرما های دکتر شاپور بختیار، بفرما آقای بازرگان، بفرما آقای فلانی، شما که میگید میشه با این رژیم کار کرد، حالا به این نتیجه رسیدید که نمیشه کار کرد، بنابراین بیایید بس ما اسلحه به دست بگیریم. شما در انقلاب کوبا نگاه بکنید، فیدل کاسترو نفر اول حزب نبود، حتی دیدگاهش هم کسی قبول نداشتن، اما به قدری سرکوب رخ داد و اون برنامه گفتگو با رژیم به بن‌بست رسید، دیگه عده گفتن که بابا ما که از صحبت دیگه به جایی نرسیدیم، پس بریم سراغ همون فیدل و دوستاش، اونا بیان با کارهای نظامی کارو پیش ببرن. بعد ما میگیم چرا مثلا جامعه ما رفت رو به سمت خشونت؟ یه بخشش مقصرش خودمونیم، ساختارهای خودمونه. شما برای اینکه جلوی تندروها رو بگیری باید میانه روها رو قوی بکنی. اگر اندکی هم خشونت دارن، اونها رو در درون قواعد دموکراتیک بازی بگیری. وقتی تو سر میانه روها بزنی، اون تندروه میگه بفهم. وقتی تو رو قبول نداره، میخواد منو قبول داشته باشه. 20 سال با رژیم صحبت کردید، به کجا رسیدید؟ آقای دکتر داریوش همایون تو کتابش اشاره میکنه، میگه 50 سال مبارزه روشنفکران وقتی بی نتیجه مون، اونا رفتن سراغ مساجد، دیدن آقا از قبل مسجد شاید ما بتونیم کاری بکنیم، در حالی که شما باید گروه های مختلفی که میانه رو هستن به بازی بگیری، اگه خطا دارن اونا رو درستش بکنی، اصلاحش بکنی، که اقبال مردم به سمت گروه های تندرو نره، آخرین راه چاره رو اون ندونن. شما رو دقت کنید، در جمهوری اسلامی خیلی از اونایی که اصلاح طلب بودن دیگه از رژیم برگشتن،
دیدی دیگه تاج زاده و دیگران رو، موسوی و تاج زاده دیگه از رژیم برگشت. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اینا میگن بابا ما که پای نظامی سالها برای شما کار کردیم، دیگه منم حتی قبول ندارید، منم برگه به بازی نمیگیری. خب میان سمت اپوزیسیون، میرم سمت عبور از نظام، گذار از نظام. به همین دلیلی که رژیم های استبدادی روز به روز نحیفتر میشن، لاغرتر میشن، ضعیفتر میشن، چون دائم در حال حذف گروه های دیگر. یعنی ما با ندانم کاری خودمون تخم مرغامون رو میذاریم تو سبد خمینی. مگر خمینی کی بود؟ تو حوزه هم خیلی قبولش نداشتیم. در درون حوزه علمی هم خیلی خمینی رو قبول نداشت، کسی نمیشناختش. خیلی میگفت آقا ما تا سال 56 خمینی رو نمیشناختیم. اما وقتی بقیه گروه ها حذف میشن میره سراغ اون آقا. ما به جای اینکه گروه های تندرو رو ضعیف کنیم، میایم اونها رو صاحب نیروی انسانی میکنیم. چطور؟ با سرکوب گروه های میانه رو، با سرکوب گروه هایی که کارشون فقط حرف زدنه، چهار تا مطلب می نویسیم، حالا درست یا غلط، هیچ ایرادی نداره. اما نباید فکر کنیم که این آدم روشن فکر، این نویسنده، این خواننده، این شاعر، به صرف این که من قلمش رو شکستم، کتابش رو کنار گذاشتم، اون دیگه میره کنار، دیگه میگه خب حالا دیگه هیچ. نه، او وقتی ببینه مبارزه یا گفتگوش جواب نمیده، وارد فاز درگیری میشه. شما همین الان شما بگید سلیمانی اینقدر به من بده، کاری به من بده، ممکنه من بگم شام کمی صبر کن درست میکنم و اینا، شما هم راضی میشی. اما وقتی بهت میگم برو هر غلطی دلت میخواد بکن، چیکار میکنی؟ شما فکر کنید یا میره شکایت میکنه یا میره تو تا آدم گردن کلوف میگیره. پس نظم سیاسی وقتی میگه برو هر غلطی دلت میخواد بکن، اون وقت مشکل ایجاد خواهد شد. بنابراین خشونت بخشش برمیگرده به این که نظم سیاسی با افراد چطور برخورد میکنه. نکات دیگری هم هست که حالا ما در جلسات آینده پیرامونش سخن خواهیم گفت. امیدوارم این بحثا بتونه کمک بکنه که در آینده یک ایران خوبی داشته باشیم. سپاسگزارم از جناب شهرتی عزیز و تلویزیون پارس. تا برنامه دیگر که در خدمت شما باشیم.